یو چطورید؟ خوبید؟ خوش اومدید به کانال من در یوتیوب. میخوام با هم دیگه ویدیوی ریاکشن به آهنگ حلال و سون از سهراب ام جی و اردوان رو ببینیم. ویدیوی این رو من دیشب همزمان با پخش آهنگ به صورت آنلاین توی لایو ریکورد کردم و ویدیویی که در ادامه میبینید در واقع ادیت شده همون ویدیوه. امیدوارم که خوشتون بیاد. اگه میخواید توی لایو باشید حتما شبکه‌های اجتماعی که زیر این ویدیو آدرسشون هست و توشون عضو شید فالو کنید، سابسکرایب کنید، تو همین کانالم سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، بزرگترین حمایتی که میتونید از ما بکنید. بریم ببینیم ویدیو چیه. چه بیت مدرنی داشت واقعا من از بیت مدرنی داشت. و اینکه اردوان، علی اردوان، اگه همون علی اردوان باشه با سپه خرس اینا خوند، یادم اول فکر کنم کراس خوند یه بار برای اونا، بعد یه موزیک دیگه داد و این فکر کنم موزیک سوم چهارمشه که من شنیدم. خیلی خوب خونده، انگار فکر کنم خوشم ترکیه چون خیلی خوب خوند کوچیدشو هوکشمون. میگه حلال و سوز آخه قبلم سوء تفاهم بود، بی ادب میشن برا سلطون ولی ما رو میبینن میگن فدا قربون. آره تو کوچه ها اسمم هست، آره رو واقعیت و چشم بستم، اینا نمیدم داستانو کش هستم، من وصل نیستم اونی هم که بهش وصلم. اینجا دور ما ها پر مایست ولی دور شما فقط کلی خایست. این زاخارم گوش نمیده تا اینجاش عالی خوند، تا اینجاش منظرم عالی خوند. اون قسمت گفت اینجا دور ما پر مایست ولی دور شما فقط کلی خایست، به نظرم یکم نمیخورد به اون همه میگه قدرت قبل. چون دستش به گوش نمیرسه، اینجا همه چی فت و فرامون، مستیم گوش نمیده که میگه پیف پیف چون دستش به گوش نمیرسه، اینجا همه چی فت و فرامون، مست و خرامون، هیچی ننه خط و برامون. کسی فول کنه آوانس نداره، پنچر بشه کسی نیست آپاس دراره، جلو ماها دست و بالا سر و پایین، هم عرض خودمونیم هم تقاضاییم. آره حال میکنن هم همه بد و با تیم، شما مثل ما نیست فقط عدم های ناراج. حالا خوندی تو چار تو کتاب ولی تش فقط میشمونن کار تو حساب. اگه نیبینی بکن سری ماینه، چشاتو دنبال قهرمانی تو آینه نگاه کن. همون حلال و سون، حلال و سون، او که دوبام خود سهراب ام جی میخونه. حلال و سون اقا شعر میگن دیگه شده دماغ خودتون. حلال و سون، حلال و سون، حلال و سون، حلال و سون، اقا شعر میگن دیگه شده دماغ خود. جلو ما لفظ نیاد داداش که اوزا میشه بدخیت، همه جیگرون شد تو هنو دوزاری یه قبری. جلو من داری ارادت زیاد ولی پشتم یه گوه خوری، کجایی تو بنگ؟ اما بالا نرو ببینم خودت چی میگی، میگی دور شلوغه مگه اصلا دور شیرینی؟ روخ شیر رو میگیرم ولی خب اونا لاش خورن، آخر و زمون حاجی کونا لات شدن. آه شاد باش اگه روز نریخ منقد تو کفمون بمون تو خوب دمیر چی دافه تنو میشه با ما چت باره، یه جو با ما سر میزنن انگار آیشگاه. من حقیقت رو حرف ما بود نرو گردنم، واقعی بود همه چیمونه اون اولم. به لف نمیزنیم وقتی نیازی نیست، اینجا رپ فارسی فیلم خیالی نیست. از تهران تا امریکا باشی هر بری باشا خوزا جورا سن منی شاغل هنوز سوش خندمی، ما رو دیدی به پادر نری. اینقدر مهمم که باید دورم پرانتز باشه، چاقی حواست باشه نشه جوازت باته. بخوری یاد بدون عواقب داره، اگه انالت پاره شد به حلالت باشه. برو ریا حسن بابا. خانه
اولادی. Azalirar hamisi bizim tasvirin bize çekiller. Leyla usuru. Yazın etti. Hasan baba. Korkuşu porku. Eyvah. Sen bir söz efendim otak uzayım ben. Eyvah. Hop hop. Acab. فکر نمی‌کردم اصلا برنامه‌ای برای داشتن دادن همچین ترکی داشته باشن. شاهین صدامو داری یا بیام اونور؟ البته نمیام الان اونور. متاسفانه نمیام. اگه صدامو نداری فعلا نداشته باش. چون بیام اونور نمیتونم ریاکشن رو کامل بگیرم. چون این ویدیو رو لایو ضبط شده. اگه ویدیو رو دارید باز به صورت آفلاین الان می‌بینید، این رو لایو ضبط شده. گوش دادین به آهنگ حلال اولسون از علی اردوان و سراب ام جی. خب بذار بگم چی بود آهنگ. به نظر من هوکش خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود واقعا. و هوکی که علی اردوان خون خیلی خوب بود، هوکی که سراب ام جی خوندم خوب بود، ولی خیلی رو صدای اون بهتر به نظر من نشسته بود کلا. هوک ورس سراب ام جی خیلی بهتر از ورس علی اردوان بود، ولی اردوان پانچ لایناش خیلی بهتر بود. یعنی برخلاف خود ورس که ورس اونقدر قوی نبود و قافیه‌های نسبتاً آسونی بودن، رایمش هم یعنی همون مدل قافیه بستنش هم اونقدر سخت نبود. حتی یه جاشو من گفتم وسط آهنگ، نمیدونم کجا بود، میگه بلوف نمیزنی وقتی نیازی نیست. این آدم یاد اون ورس چیز میندازه، تو باید درس بخونی بگیری ریاضی 20. خیلی رو همون میدونی تو مدل رایمی که بسته، خیلی شبیه یعنی قدیمی توالت قدیمی طوره. ولی رایمو ورس خود سرم جی خیلی به نظرم بهتر بود، ولی در کل احساس میکنم موزیک یک بیت بیت هم بگم بیت عالی بود، بیتش عالی بود، یعنی هایند هایند بود، صدا واقعا لود لود بود. آخرش هم که گفت شاین اسم چیزه آهنگسازه هست حسن علی بابا محمودی، خب البته اینجا علیشو ننوشته، بعد لقبشو گذاشته علی بابا، اونم وسطش میگفت علی بابا، یعنی علی بابا. علی بابا اینجوری تو این مدل مثلا همه جور میتونی اسم استفاده کنی، هم علی بابا معروف هم علی بابا. بعد دیگه راجب آهنگ، آهنگ راجب چی بود، موزیک راجب چی بود؟ موزیک خیلی یعنی دو یکی دوتا پانچ لاین و یکی دوتا بیتاش که به نظر من مستقیما با سروش بود. بذارید بریم رو چت که ببینیم بچه ها چی میگن، دارن چی میگن. آها اما نوشتن حسن بابا. اسم چیزش حسن باباه، من گفتم علی بابا. آره اشتباه گفتم، آره همون حسن بابا، به خودش میگه حسن بابا. علی بابا چیز شد دیگه، سوخ شد حسن بابا. یه مدل دو مدل میشه فقط اسمشو گفت. اوکی آره توی رادیو جوان راجب سمپلش هم نوشته که سمپلش از کشمیرز پکه، احتمالا از این پکایی که پکی سمپل واسه آهنگسازی میفروشن فکر میکنم. حالا مثلا یه همچین سمپلی گذاشته که باید حتما فکر کنم تایتلش رو بنویسه که اگر بحث کپی رایتی پیش اومد این داستان واسه شو مشکلی پیش نیاره. ببینم به نظرم مثلا دیس به کی میتونست باشه. میگم به نظر من ورس سراب ام جی مدلی بود که تنها کسی که میتونست باش به قول معروف باشه هیچ کس بود به نظر من. بذار ببینم کجاشو میتونم رفت بدم. میگه آره خوندی چهار تا کتابو ولی تش میشونن کارت و حسابو. خب هیچ کس تو ایران که بود فکر کنم دانشگاه رو ترک کرده اگه اشتباه نکنم، و وقتی که رفت انگلیس دوباره در دانشگاه ثبت نام کرد. پس کسی که میتونسته باشه هیچ کسه. در این حال ممکنه شاهین نجفی هم باشه، در این حال ممکنه شاهین نجفی هم باشه، ولی نمیدونم جدیدن شاهین نجفی تو لایواش چیزی به کنایه ای زده که این چات مثلا سراب ام جی به خوش گرفته، اینو خبر ندارم. ولی مدل چیز کس رفته دانشگاه به تازگی، یا تازگی یعنی که بعضی از ایران رفت و رفت اونجا دوباره درسش ادامه داد تو دکترا کجا، و این حالا میگه حالا خوندی تو چهار تا کتابو ولی تاش فقط میشونه کارت حساب. ممکنه اینجا با هیچ کس باشه. اصلا آهنگ گنگستا بود و آهنگم دیسترک بود، یعنی مخاطب داشت از نظر خود خواننده. بنابراین دو حالت داره، یعنی یه حالتی که آن به صورت عام دیس کرده که یکی به خودش بگیره، یکی فکر کنه مثلا خود هیچ کس مثلا اگه موزیک گوش بکنه فکر میکنه مثلا منظور خوشه، مثال میزنم.
یا این موچو رپرها این دو حالت معمولا دیسن، یا این مدلی دیسترک میدن یا اینکه رسما میگن. تو ویدیو دیسترک هم اگه این ویدیو رو باز دارید به صورت آفلاین میبینید، بالا لینکش هست، میتونید از اونجا بزنید و ببینید. توضیح اونجا دادم راجع به انواع دیسترک. این ولی دیسترک بوده و به نظرم موزیک خوبی بود، بیتش خیلی قوی بود، ورسش ورس متوسطی بود، پانچ لاین های دردمان بهتر بود. دردمان تو به نظر من اول موزیک خوب شروع نکرد، اوپنینگ لاین های خوبی نداشت، ولی هرچی آخرش نزدیک شد بهتر خون، ولی سوال اینجا به نظر من کلا متوسط نسبتا رو به بالا خون، یعنی خوب خون. و فکر میکنم پانچ لاین های علیرغم بهتر بود نسبت به سوال ام جی رایم. سوال ام جی رایم اسکیمش که قطعا بهتر بود، خیلی شبیه هم بود ورساشون، یعنی نکنید حتی مدل اندازه همه چیشون شبیه همه، تعداد کلمه‌ای که تو هر بیت دارم میگن. به نظر من پس همینجام کافیه به نظر. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.